قصه عشق من به پسرم، قصه کینه من به میکائیل، قد قصه حسین کرد شبستری معروفه. آقا خان میدونه که اگه خار به پای میکائیل بره همه انگشتا به سمت اونه، پس بچه نیست که میکائیل کشون را بندازه. تو طلب داری پسر عبدالله، درسته، ولی میدونی ایراد کارت کجاست؟ اینجاست که جای اشتباهی اومدی برای وصول طلبه. کجا برم درسته؟ سمت کسی که داداشت رو جا گذاشته و در رفته. چه کار من باشه، چه کار یه قاچاقچی که کینه میکائیل رو به دل داره، دشمن بوده. اونی که دوست و رفیق بوده چرا جا گذاشته و در رفته؟ امیر رفته یه کار کوچولو انجام بده برگرده. برگشت میام خدمت آقا عبدالله بر عرض تسلیه. که با آقا خان در افتاد بر افتاد. برادرم مرد، چون خونش کف اون زمین تموم شد. میکائیل زنده موند چون خونش رو برداشت و فرار کرد. از امروز کوس رسوایی میکائیل دستم.
امیرخان سلام. با آدم شلخته چی کار میکنن؟ آقا خان گندو که زدن فهمید؟ آقا خان تو این برنامه هاست من یه آدم کش اجیر کنه؟ آقا خان چه پیرمرد محترم پولدار بازنشسته است. همین. تکرار کن. آقا خان یه پیرمرد بازنشسته پولداره. همین. صبح میکایل از خونش میره بیرون تا کلانتری. این اولین فرصت. چند ساعت بعدش با موتور میره دنبال کی؟ دنبال کی؟ رسول. این دومین فرصت. جلو خونش منتظر رسول وای میسه. این سومین فرصت. بعد با رسول میره موتور سواری تو پیست. این چهارمین فرصت. بعد شما احمقا بدترین رو انتخاب میکنید. خب معلومه وقتی موتور داره 200 میره از توش خطا در میاد. گوله جای اشتباهی میشینه. معلوم نیست؟ حرفم که میزنیم که ما دل دوز نیستیم. تبعیدیم. تناج مواد جا به جا میکنیم. فقط ادعا ادعا. الان کجاست؟ این هندست الان کجاست؟ زد به سیم آخر. میکائیل زندست و قیافه شو دیده. میدونست اگه نروی سرش نکنه؟ رفته سراغ میکائیل؟ عجب خریه. بیا باره دنبالش. بیا باره برش گردون. نفهم هایی گیر افتادیم آیا. بیا باره دیگه. رفتم لیوان آبا ما بندازم تو سطل آشغالی، چند قدم اونورتر چپید تو اتاق سرگرد. دست از جون شسته اومده بود. معلوم بود به هر قیمتی شده میخواد سرگرد رو خلاص کنه. نشد نزنمش. حتما میکائیل چهرهشو تو فیس دیده بوده. الان حالش چطوره؟ نذاشتم دستش بهش بخوره. یا ابوالفضل. چی شده؟ میگم چی شده؟ بچه همسایه محمودی رو کشتن. میگن محمودی هی داره نعره میزنه و میگه آقا خان آقا خان. آقا خان. خوش اومدی امیرخان. بفرم بفرم. اللهم من يقرا الفاتحه مع الصلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. بالای مجلس نشستی که خودت به وجود آوردیش. چی میگی تو برد تو زنونه؟ کیه که ندونه دنبال کشتن برادر من بودی؟ مری میگه برد تو زنونه؟ واسه اومدن آقا خان صلوات میفرستین؟ سلام خدا رو به پیغمبر خاندانش خرج یک قاتل میکنید؟ میگم مهری وارد تو زنونه. برادر من کردی نامردی که رفیقشو ول کرده و در رفته. خودت اومدی اینجا که آدم خوبه باشه. شوهرم منو چپ چپ نگاه کنه. بهت میگم برو اون تو. این قاتل برادرت رشید. قاتل برادرت. خام شدی؟ عقلتو از دست دادی؟ این قاتل
برادرته. قاتل برادرمون نارفیقیه که رفیقشو ول کرد، خونشو برداشت در رفت. قاتل برادرمون نامرده که سر سفره بابام نون خورد، بازوشو کلوف کرد، بچه‌شو ول کرد تو خون خودش در رفت. قاتل برادر من داغ دارم. سکوت میخوام، تنهایی میخوام. برین همه تون برین. برین برین. زحمت کشیدی اومدی آقا. اجمعان صلوات خط کن. جناب سرهنگ دشتی کجا؟ رشید نگاه ازم میگیره، از زنش، چون میگن میخائیل رسول رو ول کرده و در رفته. شما چی میگید؟ قصه میخورم. قصه؟ قصه آبرو میشه واسه برادرم؟ حمایت میشه ازش؟ دهن مردم رو میبنده؟ من الان باید کنار شوهرم باشم و دلداریش بدم، اون باید کنار من باشه و دلداریم بده سر برادرم، ولی نگاه ازم میگیره و آقا خانو بالای مجلس میشونه و همه هم خوشحال صلوات میفرستن، دایم هم تشکر میکنه. شما برادر منو میشناسین؟ اون کسیه که رفیق نیمه جونشو ول کنه و در بره؟ پس یه کاری بکنید. این شایعه داره تبدیل میشه به یه حرف راست، داره تبدیل میشه به خصلت برادرم که میگن نامرده. کی باید واقعیت حالی مردم بکنه؟ همه قانون تو این شهر جمع شدن که قلدورا رو سر جاشون بشونن، ولی تا وقتی که مردم پا به پای ما نیان، ما خودمون پای برا رفتن که نداریم هیچ. ترس هم ورمون میداره. ترس؟ ترس؟ وقتی میبینم یک کسایی انقدر تمیز کارهای کثیف بر علیه مردم انجام میدن و همون مردم زیر سیبیلی رد میکنن، ترس وجودم رو ور میداره. میکائیل پا میشه، اون بلند میشه و منم دلم محکم میشه، ولی وقتی ما ستون میشیم که مردم پا باشن، نه از ترس و آشمالی برای آقا خان صلوات بفرستن. تا اون موقع بذار همه شهر بشه شایعه. میکائیل لک نداره. Thank you.
رسول، 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 وای وای ای وای رسول دلست جناب سرگو، جناب رسول جناب سرگو ای خدا دکتر دکتر رسول خواهش رسول خواهش میکنم دلن جناب سرگو آروم باش دلن آروم آروم رسول آروم باش جناب سرگو خدا بیامرزتش قسمت نبود مثل شما زود برسه بیمارستان و زنده بمونه قسمت نبود رسول مرده بود که من رفتم به خدا رسول مرده بود که من رفتم ولم کنید من نامرد نیستم به خدا رسول مرده بود که من رفتم من نامرد نیستم میری به عربای خاکی بودم بودن اون رسول مرده بود که من رفتم میری میری در بای خاکی بودم مادر بود قسم من نامرد نیستم رسول مرده بود من رفتم بهتون بگو بگو بدم کنن بگو بدم کنن نای امرالله خشایان من نامرد نیستم بری بگو بدم کنن هی به هوش اومدی هی از هوش رفتی مدام تکرار شده پنج روزه چه پنج روزه بود غم رسول غم تو درد تهمت این پنج روز غریب بودم پیش رشید غریبه تر دایی چی میگه؟ نه حرف، نه گریه، نه خواب، نه خوراک پشت در بسته نشسته زن رسول نه حرف، نه گریه، نه خواب و خوراک پشت در بسته نشسته زخم طوری نیست که درست دیگه بخوای بلند شی بلند میشم بلند میشم آی چه سخت از این بعد تو این شهر بدون رسول چرخیدم جانم داداش واسم قرآن میخونی آره
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لم یکن الذین کفروا من اهل الکتاب و المشرکین سلام. سلام. هنوز خوابه، منتظرم بیدار شه. وقتی بیدار شدی نبدیمش. چی هست؟ به چی فکر میکنیم؟ به اون روز؟ به اینکه واقعا رسول مرده بود یا نه؟ تو مطمئن بودی مرده که رفتی؟ تو آدمی نیستی که حتی دشمنتو نیمه جون ول کنی و بری، چه برسه به رفیقت. از کجا میدونی سره؟ از سفره‌ای که پاش نشستی، از عبدالله زیبا که بلد مردونگی یاد بده، از عشقت به رسول، از احساس وظیفت نسبت به خواهرت، دونستنش هوش زیادی نمیخواد. پس چرا مردم؟ مردم ولی نعمتن و ما سنگ زیرین آسیابیم. مردم حتی وقتی که حق ندارن، بازم حق دارن. حق ما لباسمونه. حق لباسمون چیه؟ همین سنگ زیرین آسیاب بودن، خراش خوردن و دم نزدن، مواظبت از مردم، حتی اگه دوستمون نداشته باشن. دوستمون نداشته باشن.
بدامون آره. تاکسیه میگفت یه روز صبح بلند شدم برم دنبال نون در آوردن، یکی از همسایه هامون رو دیدم، دیالیزیه، میخواست بره بیمارستان دیالیز بشه. گفتم سوارش میکنم میرسونمش، ثوابم داره. خلاصه میگفت همین که رسیدم جلوی بیمارستان که این بنده خدا پیاده بشه بره دیالیز بشه، یه افسر راهنمای رانندگی یه برگه جریمه چسبون زیر برف پاکن و ثوابم رو کباب کرد. گفتم خدایا دشت اول وقتمون ثواب کباب شده بود. بهش گفتم اشتباه میکنی، ثوابت کباب نشده، فقط خدا اجر آدم ها رو به اندازه مغزای کوچیک ما نمیده. گفتم اون برگه جریمه رو بذار رو چشمت که خدا ثوابتو قبول کرده. میکائیل انگ و تهمت و شایعه ها رو بذار رو چشمت که خدا قبول کرده ازت سنگ زیرین آسیاب بودن. و قیافشو تو پیست دیده بودی که اومده بود اینجا بکشتت، نه؟ یه مهاجره، هیچ سرنخی به هم نمیده. از اینجا چشمات حق تر شدن نداره، مردم ببینن چشم پلیسشون تره خودشون رو میبازن، نبین که دوری میکنن از همون، ته ته دلشون با ماست. باشو از خواهرت شنیدم میخوای بری مراسم هفته رسول، برو، ولی چشمات حق تر شدن ندارن. Thank you.
زر کردن دو تا فردا گذشتن. میکایل، اومدی با آقام تسلیت بگی؟ آقام نیست، زیر سرمه، زندوش هم بالا سرشه، نمیذاره زندوش هم بالا سرش تکون بخوره. شده این بچه ها که همش بهونه مادرشو میگیرن. اومد خدا حرفی نداره ها، عاشق آقامه، این من، این رسول. رفتم بیارمشون، ولی نگاه اصلا تو این دنیا نیست آقام، ولی من که هستم، من دل ندارم، من تسلیت نمیخوام پسرم. من بیا 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 پسرم، من بیا. اما آخرم باشه، از این به بعد شادی باشه، گل و بلبل باشه، خشایار یتیم شده باشه، تو زن برادر بیوه شده باشه، بابای تو جا افتاده و کمر شکسته باشه. نه بابا، خوبی، روپایی، زود جوش خوردی، ورزشکاری دیگه، سالم، عضلی، خونم که تو رگاته. من همه بچگیم با داداشم نبودم. چرا؟ چون آقا میکائیل بود. بر ذات حسود لعنت. بحث حسودی نیست، بحث اینه که همیشه تو شمایلت میدیدم جا گذاشتن و در رفتن. و رسول کی زد؟ مهمه، میخواستن میکائیل رو بزنن، مهمه، ولی رسول رو زدن. اتفاق بود، اتفاق هم تاوان خودش داره. همه دلخوشیم اینه که پیداش کنم کسایی رو که باعث شدن این اتفاق به وجود بیاد، ولی تو رو کجای دلم بذارم؟ تو رو کجای دلم بذارم که داداشمو گذاشتی و رفتی؟ آقام نمیاد سمتت واسه پرسجو. میدونی چرا؟ چون توف سربالایی، دست پرورده خودشی. بریم تو خودم حرف بزنم. آقا میترسه همش کلک باشه، میترسه همه این سالو کلک خورده باشه از خارزادش. ولی من اومدم، من اومدم دارم میپرسم. مشتی، فامیل، با معرفت، بی معرفت، رفیق تو بر بیابون ولش کنی و خون خودتو برداری در ریه، اتفاق نیست. هست؟ هست؟ خانواده ها حرفاشون رو تو خودشون میزنن، بریم تو خودمون حرف بزنیم. هست؟ تو پسر داییمی، دوم آدمی، بریم تو خلوت. هست؟ من فقط تو خودمون حرف بزنم. فقط تو خودمون حرف بزنه. به این برادر من، شما خون تو رگاته، این رسول ما نیستی که از بیخونی سفید شد. سر ما رو گنده ای، حال توزی دادن داری. خانواده ما داغدار عزیزشون آن که از بیخونی مرد، دل و دماغ ندارن، حال و روزشون طوری نیست که دروغ و دونگ به مزاجشون سازگار باشه. از گل بالاتر که بهت نگفتم؟ گفتم سمت خونمون پیدا چه، از گل پایین تر بهت میگم میکنی. من صاحب اعضایی که تو پاتو توش بذاری نیستم. بریم بابا.
دوستش داری؟ جواب بده. بله. اصلاً باشون برو. نه. حرف گوش کن میری. این سوء تفاهم یقه زندگی تو میگیره. نمیدونم میتونم حلش کنم یا نه. فقط میدونم که تو باید با شوهرت باشی. برو شوهرت رو تنها نذار میری. برو بذار همه چی آروم شه. داداش. لااقل الان هر کی با من باشه رشید باهاش نیست. برو میری. برو شوهرت رو تنها نذار. برو. من زمین؟ منو زمینی که چشم خواهرمو کبود کنه شخ باش میزنم. حرفایش صد من یه غاز رو انداز که پس پرتو در رو باز کنم رو خواسته گاره زن برادرم. شما میخواییم اسمی از آقا خان نیاد؟ من دستی رو که رو خواهرم مرشه قلم میکنم، احساسی قلم میکنم. ازم میپرسه که چرا سه بابای سنده موند ولی باباش نم. بگو قصد داره این سری که سر باشد همه تونو به خاک سیاه بشونه. مدرک اون برات درخواست طلاق فرستاده؟ من شکایتی ندارم آقای پلیس. رازدار باش عروس پیش همه.